شباب هلا بدون صوت. حبيبي اتجاه قريات 4
Iran and its proxies launched approximately 350 suicide drones, cruise missiles, and ballistic missiles and rockets from Iran, Iraq, Yemen, and Hezbollah in Lebanon towards Israel, with approximately 60 tons of warheads and explosive materials. Last night was a proof that Iran seeks escalation. Iran launched over 350 threats, ballistic missiles, cruise missiles, rockets, and suicide drones towards Israel, and also other countries in the region could have got that threat on the way. Iran doesn't just pose a threat to Israel, Iran poses a threat to the entire Middle East. Even while under attack from Iran, we have not lost sight, not for one moment, of our critical mission in Gaza, to rescue our hostages from the hands of Iran's proxies, Hamas, of our moral duty to do everything in our power to bring 133 hostages back home. Hamas recently rejected the hostage release proposal offered to them by the mediators. Hamas and Iran want to ignite the Middle East and to escalate the region. We are still on high alert and assessing the situation. Iran, from the beginning of the war, wants only one thing, to escalate the region. Until now, she worked through her proxies, but now she revealed, trying to escalate the region herself. Over the last few hours, we approved operational plans for both offensive and defensive action. We will continue to protect the state of Israel, and together with our partners, we will continue to build a more secure and stable future for the entire Middle East. מול האיום של איראן, אנחנו נבנה קואליציה אזורית ונקבה מאיראן את המחיר באופן ובזמן שנכונים לנו. והחשוב מכל, מול הרצון של אויבינו לפגוע בנו, אנחנו נתאחד ונתחזק. ما به کاخ سفید طی پیامی بامداد امروز اعلام کردیم که عملیات ما محدود و حد اقلی و با هدف دفاع مشروع و تنبیه رژیم اسرائیل صورت می گیرد. از حدود 72 ساعت قبل از عملیات به همسایگان عزیزمون و به کشورهای منطقه اطلاع دادیم که پاسخ جمهوری اسلامی ایران در قالب دفاع مشروع قطعی و مسلم هست. به برادران و دوستانمان در منطقه که ایالات متحده آمریکا در آن کشورها دارای پایگاه نظامی است اعلام کردیم که هدف ما در دفاع مشروع صرفاً تنبیه رژیم اسرائیل هست. ما به دنبال هدف قرار دادن افراد و پایگاه‌های آمریکا در منطقه نیستیم. تأکید کردیم که ما هرگز از توسعه تنش در منطقه استقبال نکرده ایم. نیروهای مسلح ما هیچ مکان اقتصادی و یا جمعیتی رو مورد هدف قرار ندادند.
که به این دلیل که سامانه‌های پدافند هوا که من بعد رژیم صهیونیستی در هر نقطه‌ای به منافع ما، به دارایی‌های ما، به شخصیت‌های ما و به شهروندان ما حمله کند، ما از مبدأ جمهوری اسلامی ایران او را مورد تهاجم متقابل قرار خواهیم داد. موشک‌های بالستیک و کروز و پدافند هوایی که ضد پرنده‌های بدون ده‌ها فروند پهباد و کروز و موشک‌های بالستیک در فواصل زمانی مناسب اینها تونستند این لایه‌های عمیق دفاع هوایی به ظاهر اطمینان بخش رژیم صهیونیستی رو در هم بشکنند و ائتلاف پدافند هوایی بین آمریکا، فرانسه و رژیم صهیونیستی رو تحت تأثیر قرار بدن و اون رو کم کارآمد کنند. داشته باشه علیه اقدامات خصمانش پاسخ ایران چه خواهد؟ ما این عملیات رو منتج به نتیجه کامل می‌بینیم و این عملیات از نظر ما خاتمه یافته است و قصدی بر ادامه این عملیات وجود نداره. اما چنانچه رژیم صهیونیستی اقدامی رو علیه جمهوری اسلامی ایران چه در خاک ما و چه در مراکز متعلق به ما در کشور سوریه یا جای دیگری انجام بده، عملیات بعدی ما بسیار بزرگتر از این انجام خواهد شد. ما این پیام رو از طریق سفارت سوئیس به امریکا منتقل کردیم که چنانچه امریکا در اقدامات تجاوزگرانه بعدی صهیونیست ها از طریق پایگاه‌هایی که در منطقه داره یا امکانات نظامی که در منطقه داره مشارکتی داشته باشه و این اطلاعات برای ما قطعی بشه، پایگاه‌ها و نفرات و امکانات امریکا در منطقه امنیتی نخواهند داشت و ما او رو مانند متجاوز می‌بینیم و با او هم برخورد لازم رو خواهیم داشت.